مقاومت ایران بزرگترین سایت مخفی رژیم آخوندی برای تولید سانتریفوژ را افشا کرد. روز پنجشنبه 18 فروردین ماه مقاومت ایران طی کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن یک سایت مخفی تولید قطعات سانتریفیوژ رژیم را به نام تابا افشا کرده. این سایت در سازمان انرژی اتمی به نام مجتمع تهران شناخته می شود، ولی نام تابا نیز به آن اطلاق می گردد. این افشاگری مورد توجه گسترده رسانه های خبری جهان و ارگان های زیرفت قرار گرفت. مقاومت ایران در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد این سایت که اطلاعات آن از طریق شبکه اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل کشور از جمله افراد و مقامات درون رژیم و همچنین نفراتی که مستقیما دست‌اندرکار این سایت بودند گردآوری شده است، یکی از مراکز مخفی وابسته به سازمان انرژی اتمی است و در ساخت قطعات سانتریفیوژ و پیشبرد بخش‌های مخفیانه پروژه‌های اتمی رژیم نقش جدی دارد. دیکتاتوری آخوندی در سایت تابا به مدت 4.5 سال دست به تولید قطعات بیش از 100,000 سانتریفیوژ برای غنیسازی اورانیوم زده است. این آمار 10 برابر تعداد سانتریفیوژی که کارشناسان بین المللی از وجود آنها اطلاع دارند. لازم به توضیح است که تولید قطعات سانتریفیوژ خارج از کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی نقض قراردادهای این آژانس توسط رژیم محسوب می شود. سایت تابا در کیلومتر 10 اتوبان کرج قزوین بلوار سوها قرار دارد. این سایت که از 3 سوله اصلی تشکیل شده است 48,000 متر مربع وسعت دارد. مقاومت ایران در مورد پروسه راه اندازی این سایت افزود به دنبال افشای سایت های نتنز و عراق و چند سایت دیگر توسط مقاومت ایران در سالهای 2002 و 2003 رژیم ایران مجبور شد بخشی از مراکز هسته‌ای و مراکز ساخت قطعات سانتریفیوژ را در سال 2003 به ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان بدهد و تولید آن را متوقف نماید. اما در سال 2005 این مراکز را مجدداً فعال کرد و برای اینکه بتواند فعالیت‌های مخفیانه خود را برای تولید سانتریفیوژ ادامه دهد، در سپتامبر 2006 بخشی از این فعالیت‌ها را به سایت تابا انتقال داد. این سایت پیش از این متعلق به کارخانه‌ای به نام شرکت تولید ابزار برشی ایران تابا بود و در شهریور 1385 با خریدن آن توسط حاله بختیار مدیر عامل شرکت اسمیکو